توبه بشر حافی. بشر حافی یکی از اشرافزادگان بود که شبان روز به عیاشی و فسق و فجور اشتغال داشت. خانه اش مرکز عیش و نوش، رقص و غنا و فساد بود که صدای آن از بیرون شنیده می شد. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. روزی از روزها که در خانه اش مجلس و محفل گناه برپا بود، کنیزش با ظرف خاک روبه در به منزل آمد تا آن را خالی کند، که در این هنگام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از درب آن خانه عبور کرد و صدای ساز و رقص به گوشش رسید. از کنیز پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیز جواب داد البته که آزاد و آقا است. امام فرمودند راست گفتی، زیرا اگر بنده بود از مولای خود می ترسید و این چنین در معصیت گستاخ نمی شد. کنیز به داخل منزل برگشت. بشر که بر سفره شراب نشسته بود از کنیز پرسید چرا دیر آمدی؟ کنیز داستان سوال مرد ناشناس و جواب خودش را نقل کرد. بشر پرسید آن مرد در نهایت چه گفت؟ کنیز جواب داد آخرین سخن آن مرد این بود راست گفتی، اگر صاحب خانه آزاد نبود و خودش را بنده خدا می دانست، از مولای خود می ترسید و در معصیت این چنین گستاخ نبود. سخن کوتاهی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام همانند تیر بر دل او نشست و مانند جرقه آتشی قلب او را نورانی و دگرگون ساخت. سفره شراب را ترک کرد و با پای برهنه بیرون دوید تا خود را به مرد ناشناس برساند. دوان دوان خودش را به موسی بن جعفر علیه السلام رسانید و عرض کرد آقای من، از خدا و شما معذرت می خواهم. آری من بنده خدا بوده و هستم، لکن بندگی خود را فراموش کرده بودم، بدین جهت چنین گستاخانه معصیت می کردم، ولی اکنون به بندگی خود پی بردم و از اعمال گذشتم توبه می کنم. آیا توبه‌ام قبول است؟ حضرت فرمود آری خداوند توبت را قبول می کند. از گناهان خارج شو و معصیت را برای همیشه ترک کن. آری بشر حافی توبه کرد و در عبادت زاهدی در آمد و به شکرانه این نعمت تا آخر عمر با پای برهنه راه می رفت. طبیب مسلمان شد یا نه؟ وقتی بشر حافی مریض شد، همان مرضی که بر اثر آن فوت کرد، دوستان و اطرافیانش در کنار بالینش جمع شده گفتند باید ادرارت را به طبیب نشان دهیم تا راهی برای علاج بیابد. گفت من در پیشگاه طبیبم، هرچه بخواهد با من میکند. گفتند این کار باید حتما انجام شود. گفت مرا رها کنید، طبیب واقعی مریضم کرده است. دوستان بشر اصرار ورزیده گفتند طبیبی است نصرانی که بسیار حاذق و ماهر است. بشر وقتی دید که دست بردار نیستند به خواهرش گفت فردا صبح ادرارم را برای آزمایش به آنها بده. فردا که ادرارش را پیش طبیب بردند، نگاهی به آن کرد و گفت حرکت دهید. حرکت دادند. گفت بر زمین بگذارید. گذاردند. سپس گفت حرکت دهید. دستور داد تا سه مرتبه این کار را کردند. یکی از آنها گفت در مهارت دو بیش از این شنیده بودیم که سرعت تشخیص داری، ولی حالا میبینیم چند مرتبه حرکت میدهی و به زمین میگذاری. طبیب گفت به خدا سوگند در مرحله اول فهمیدم، ولی از تعجب عمل را تکرار میکنم. اگر این ادرار از نصرانی است، متعلق به راهبی است که از خوف خدا کبدش فرسوده شده، و اگر از مسلمان است قطعا از بشر حافی میباشد. گفتند همان طور که تشخیص دادی از بشر است. همین که طبیب نصرانی این حرف را شنید، مقراض یا قیچی را گرفت و زنار خود را پاره کرد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. رفقای بشر با عجله پیش او آمدند تا بشارت اسلام آوردن طبیب را به او بدهند. همین که چشمش به آنها افتاد گفت طبیب اسلام آورد یا نه؟ جواب دادند آری. ولی تو از کجا خبردار شدی؟ گفتند وقتی شما رفتید مرا خواب گرفت. در عالم خواب یک نفر به من گفت
با برکت آبی که برای طبیب فرستادی آن مرد مسلمان شد و ساعتی نگذشت که بشر از دنیا رفت. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.